فرماندهی هدایت فرماندهی عملیات شمال و جنوب کرخه رو در این عملیات در شب 8/9/1308 به عهده داشتم. این عملیات با همکاری بسیار صمیمانه و ایثارگرانه برادران پاسدار ما در نیم ساعت یا به اصطلاح ما نظامی ها 2:30 روز 8/9/1308 آغاز شد. شامل دو تا مرحله بود، یک مرحله مربوط به لشکری است که من افتخار فرماندهیش دارم که در این قسمت تیپ سوم این لشکر که در گذشته افتخاراتی داشت نظیر فتح الله اکبر، فتح خط مستحکم جابر همدان دامنهای توهیل یا تهیل به سمت میشوداق و سرانجام این افتخار نصیبش شد که بعد از اینکه نیم ساعت از شب 8/9/1360 گذشت، در حوالی ساعت 4 صبح فرمانده این تیپ قهرمان سرکار سرهنگ زرهی ستاد هوشنگ بهرامی به من با خوشحالی اعلام کرد که ما از شهر بستان رد شدیم و اولین واحد ما خط مواصلاتی شمال و جنوب ارتش مزدور بعثی عراق رو در قطع کرد و مطلقاً واحدهای شمال و جنوبی عراق در منطقه خوزستان دیگه به هیچ وجه با هم ارتباط ندارن، که به همین ترتیب ما موفق شدیم این قطع ارتباط رو تا این لحظه نگه داریم و من به شما اطمینان میدم با کمک برادر ایثارگر رزمنده سپاهیان پاسدار ما این مأموریت رو که با افتخار به پایان رسوندیم همچنین این خط رو نگه داریم و ما اولین واحدی از ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که افتخار داریم همکنون که من در خدمت شما هستم و در کنار این جاده که به بستان خط میشه در کنار استاندار محترم خوزستان آقای مهندس تبر در تولایی هستم، یکانهای زرهی من این لشکر که فرماندهیش و سرکار سرهنگ دوم صفوی به عهده داره با واحدها و با پرسنل شجاع خودش در سوبله مستقر هستند و کوچکترین حرکتی دشمن از چشم تیزبین اونها دور نیست و هر نوع مقاومتی که به نظر من دیگه از نزدیک مشاهده کردیم خود شما وجود نداره در هم میشکن. و لازم من این جمله رو حتما باید بگم، ما از پشتیبانی صمیمانه برادران هوانی روز و تیز پروازانی که در فضای لایتناهی بالا سر ما خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در این عملیات بهره بردیم، البته این عملیات در تاریکی شب انجام شد، استعداد دارین در اون شب باران خیلی شدیدی می اومد، این مناطق به علت مسطح بودن و رسی بودن آب در سطح زمین میمونه و در نتیجه دریایی از گل و لای بود و خیلی ها فکر میکردن که ما احتمال این که موفق نشیم یک مقدار باعث نگرانی بود، ولی سرانجام با نهایت خوشحالی فرمانده تیپ سوم سرکار سرهنگ زرهی ستاد هوشنگ بهرامی در ساعت 4 صبح به قرارگاه فرماندهی من که اما این عملیات را هدایت می‌کرد